قتل رومینا اشرفی 13 ساله به دست پدرش و خودسوزی سحر خدایاری از هواداران تیم فوتبال استقلال در مقابل ساختمان دادگاه انقلاب موجی از خشم و همدردی در ایران و به ویژه در فضای مجازی به راه انداخت. در مورد اول انتقادات شدید درباره عدم تصویب قانون حمایت از حقوق کودکان و در مورد دوم عدم به رسمیت شناختن حق ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی. آیا مرگ این دو دختر جوان تغییری در قوانین تبعیض آمیز حکومت ایران علیه زنان ایجاد کرد؟ مریم افشان گزارش می‌دهد. در 18 شهریور ماه سال گذشته بر اثر سوختگی شدید جان داد. از هواداران سرسخت تیم فوتبال استقلال بود و لقب دختر آبی گرفت. بازی استقلال العین اسفند ماه 1397. سحر خدایاری برای دیدن این بازی با لباس مبدل به استادیوم رفت و همانجا دستگیر شد. چند روز در زندان ماند و بعد با وثیقه آزاد شد. چندی بعد برای بازپس گرفتن تلفن همراهش و احتمالاً پیگیری پرونده به دادگاه مراجعه کرد. گفته می شود از حکم چند ماه زندانش مطلع شده، اما این که در دادگاه دقیقاً چه شنید و چه اتفاقی افتاد روشن نیست. اما همان روز و در مقابل همان دادگاه خود را آتش زد. مرگ دختر آبی واکنش های زیادی را به ویژه در فضای مجازی برانگیخت. فشار افکار عمومی و فدراسیون جهانی فوتبال فیفا باعث شد تا چند ماه بعد از مرگ او در مهر ماه 98 زنان ایران برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی به طور رسمی و با خرید بلیت اجازه حضور در ورزشگاه و تماشای فوتبال مردان را پیدا کنند. بسیاری معتقدند زنان گرفتن این حق را مدیون مرگ دختر آبی هستند. حقی که سالیان سال زنان زیادی برایش مبارزه کردند و حتی بازداشت و زندانی شدند که فقط بتوانند مانند مردان در استادیوم فوتبال را تماشا کنند. حالا و با فشار افکار عمومی و فیفا تنها یک بار به طور رسمی از این حق استفاده کردند. فروش برق‌آسای بلیط‌ها هم حاکی از شکست یک سیاست و عقب‌نشینی در حوزه تبعیض جنسیتی بود. تغییری که به باور بسیاری بهایش جان دختر جوانی بود. بعد از خودسوزی سحر خدایاری به خاطر کمپین‌های بزرگی که انجام شدش و فشارهای بین‌المللی که به وجود اومدش، زن‌ها تونستن یک بار وارد استادیوم آزادی بشن که خب خیلی هم اتفاق مهمی بودش. ولی چقدر این حرکت میتونه مستمر باشه، چقدر میتونه در واقع به یک روندی تبدیل بشه که بگیم که یک همچین اتفاق ناگواری تونست منجر به یک تغییر بشه. رومینا اشرفی 13 ساله بود زمانی که پدرش با داس او را کشت به دلیل دوستی و فرار با دوست پسر 28 سالش. قتل رومینا نه اولین قتل ناموسی در ایران است و نه آخرین، اما خشم افکار عمومی را برانگیخت، بیش از همه انتقاد از مسئولان که چه زمان تصمیم دارند قانون حمایت از حقوق کودکان را تصویب کنند. در اواخر خرداد و تنها چند هفته بعد از قتل رومینا و بیش از یک دهه سرگردانی بین مجلس و دولت و شورای نگهبان، سرانجام قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شد. هیچ قانونی به تنهایی نمیتونه حافظ حقوق کودکان باشه. البته که یک قانون خوب میتونه علاوه بر اینکه جنبه بازدارندگی داره به بالا بردن سطح آگاهی عمومی هم کمک بکنه. از این منظر قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مصوبه خرداد 1399 قانون خوبی محسوب نمیشه. این قانون همچنان بر بستر مرد سالاری و شریعت نوشته شده و در مواردی از جمله اون چی که ما به عنوان قتل‌های ناموسی میخونیم کاملا ناکارآمد و ضعیف عمل میکنه. قتل رومینا و خودسوزی سحر تلنگری به جامعه زد و حتی باعث تغییر در قوانین و مناسباتی شد که از طرف حکومت به زنان تحمیل می شود. اما سوال اینجاست چرا تغییرات اینقدر دیر هنگام صورت گرفته و تناسبی با اتفاقات این چنین که از دست رفتن جان زنها را به دنبال داشته ندارد؟ متاسفانه
جامعه مدنی ما به شدت سرکوب شده و چیزی که از اون باقی مونده یک بدنه بسیار ضعیف هستش که اجازه هیچ گونه واکنشی به اون داده نمیشه. وگرنه وقتی که توی دهه 70 آریان گلشنی زیر شکنجه های پدرش کشته شد و خب اعتراض ها به این بودش که چرا مادر حضانت را نداره و چرا کودک آزاری شده، در حالی که واکنش های جامعه، خب اون موقع سوشال مدیا نبودش، رسانه های اجتماعی اینترنتی نبودن که بتونن انقدر خبر رو به اعماق جامعه ببرن، ولی همون واکنش های محدودی که بین مردم ایجاد شد رو انجمن حمایت از حقوق کودکان تونست سازماندهی بکنه و این اعتراضات رو به سمتی ببره که منجر به تغییر دو قانون شد، هم تغییر قانون حضانت و هم تصویب قانونی علیه کودک آزاری. و همونجا شیرین آبادی توی دادگاه گفتش که خونبهای آریان تغییر این قانون هست و این اتفاق افتاد. همین تغییرات کوچک و ساده حکایت از سالها تلاش مداوم اما منسجم زنان برای به دست آوردن طبیعی ترین حق انسانیشان است. زنانی که راهی طولانی را پیموده و راهی طولانی در پیش دارند و به این امید دارند که از این پس بهای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز خون و جان زنان نباشد. مریم افشنگ، بی بی سی. در برنامه صد زن بی بی سی هر سال نام صد زن برجسته و الهام بخش رو معرفی میکنیم. برای قدردانی از زنانی که در سراسر دنیا در زمینه‌های مختلف برای رسیدن به برابری تلاش میکنند. لاله عثمانی کنشگر افغان یکی از صد زن منتخب امسال بی بی سی هست و از کابل با ما هستند. خانم عثمانی اولین بار کمپین نام من کجاست رو آغاز کردن، اعتراضی که عامل تغییر بزرگی در قانون افغانستان شد و نام مادران تا پیش از اون در شناسنامه حک نمی‌شد و پس از کمپین خانم عثمانی در شناسنامه نام پدر مادران هم در کنار نام پدران جا گرفت. خانم عثمانی خوش آمدید به برنامه. برامون بگید که در کمپینی که به راه انداختید با چه چالش‌هایی روبرو بودید؟ با عرض ادب حضور شما و مخاطبین برنامه‌تون، خب کمپین ما همونطور که شما ذکر کردین 3 سال طول کشید و ما با چالش‌های فراوانی روبرو شدیم. اولین چالش و بزرگترین چالش ما، چون ما به یک عقیده همگانی اشتباه حمله کردیم، مقابله با یک جامعه سنتی بود، مقابله با جامعه‌ای که 99% حدود 99% مردمش نمیپذیرفتند همو حرف ما را، و به خاطر اینکه این سنت سالها بود که در خود جامعه ریشه دوانده بود و در جزی از همو محرومیت‌ها و محدودیت‌های شده بود که در بطن جامعه برای زنان پرورش یافته بود. ما گفتم بزرگترین چالش ما روبرویی و مقابله با جامعه بود که به شدت سنتی بود و متعصب. جامعه سنتی که دارین راجع به صحبت میکنین، زنانش چه فکر میکردن؟ آیا زنها در ابتدا همراه شدند با کمپین شما یا اونها مقاومت میکردن؟ در اون حدی که ما فکر میکردیم بیشتر از او بود، اما در سال اول، در سال 2017 زمانی که ما شروع کردیم کمپین را، متاسفانه نداشتیم همراهی زنان را به اون شکلی که باید، اما رفته رفته به طول 3 سال تلاش ما تانستیم که بسیار زیاد، یعنی یک میزان قابل توجهی از همراهی زنان را به خود داشته باشیم که همی همراهی و حمایت زنان و اتحادشان باعث شد که این قانون به تصویب برسه. گفتگوهای صلح دولت و طالبان در جریان، شما چه نگرانی دارید برای دستاوردهایی که فعالان زن در این سالها داشتند؟ ما هم مثل همه زنان افغان، تنها نگرانی ما از دست دادن دستاوردها است، از دست دادن دستاوردهایی که در خیلی از مواقع قربانی های بسیار زیادی گرفت و دستاوردهایی که متاسفانه شکننده هم هست، و امیدوار هستیم که در مورد دستاوردهای زنان، کسانی که دو طرف گفتگو کننده صلح هستند، حتی یک قدم هم عقب نرن و ما این خواسته را از با هشتگ ها، با کمپین های مختلف از دو طرف گفتگو کننده خواستیم. و نگرانی ما، گفتم مثل نگرانی تمام زنان افغان، از دست دادن دستاوردها و تلاش هایی که زنان در این سال های اخیر انجام دادن. متشکرم. شما لاله عثمانی کنشگر افغان با ما.
زنان ایرانی در یک سال گذشته برای اولین بار به کمپین میتو یا من هم پیوستند. اونها از آزار و اذیت جنسی که بر اونها در محل کار، دانشگاه و جامعه رفته بود حرف زدند. در جامعه‌ای که هنوز شاید آمادگی صحبت کردن در این موارد رو نداشت و چالش‌های بسیاری به همراه داشت. سارا امتلی یکی از اولین زنانی بود که درباره آزارهای جنسی به طور علنی صحبت کرد و عواقب اون رو هم به جون خرید. از او پرسیدم چه شد که تصمیم گرفت در این باره صحبت کنه. کل این اتفاق یک شبه نبود، یعنی یک تصمیم یک شبه نبود. به هر حال مدت‌ها از این مسئله گذشته بود و من خیلی وقت بود که بهش فکر، به انجام این کار، به صحبت کردن به طور علنی درباره این موضوع فکر می‌کردم. راستش نقطه عطفش فکر می‌کنم زمانی بود که جنبش میتو در امریکا و کلا در غرب به راه افتاد و پیامدهایی که داشت، اتفاقهایی که می‌افتاد و شکل تحسین برانگیزی که داشت این شجاعت زنان در گفتن، بیان کردن واقعیت‌های تلخی که بر اونها گذشته بود، خب این برای من خیلی الهام بخش بود و فکر می‌کردم که اگر یک روزی یک زن ایرانی شروع کنه در این مورد حرف زدن، من حتما دومین نفری خواهم بود که ازش حمایت، در واقع دومین نفری خواهم بود که میام این موضوع رو مطرح میکنم و از این فرد حمایت خواهم کرد. ولی در مورد، با توجه به اون اتفاقایی که افتاده بود توی حالا همون 3-4 روز قبل از اینکه، یکی دو هفته قبل از اینکه من بنویسم در این مورد، با خودم فکر کردم خب چرا تو اولین نفر نباشی؟ چرا فکر میکنی که شجاعت کافی رو برای اینکه با اسم خودت بیای و در مورد این موضوع حرف بزنی چرا نداری؟ یه مقدار این فکر کردم به این موضوع برام اولش سخت بود. فکر میکردم که خب تنها سوالش اینه که واقعا شجاع نیستی به اندازه کافی و تحمل پیامدهاش رو نداری. تحمل پیامدهاش رو داشتین به خاطر اینکه به هر حال هم عده استقبال کردند و حمایت کردند، هم عده هجمه های تندی علیه شما داشتند بعد از صحبتاتون، تحملش رو داشتید؟ فاکتور خیلی خیلی مهمی که باعث شد من بنویسم این بود که میدونستم، مطمئن بودم که از حمایت اطرافیانم، اطرافیان نزدیکم، خانوادم و دوستانم برخوردار خواهم بود. اما راستش تصور هجمه های بیشتری داشتم. تصور من در مورد بازخوردهایی که میگیرم متفاوت بود. فکر میکردم که حمله ها خیلی بیشتر از پیام های همدلانه و حمایتگرانه است. اما گفتن این نکته واقعا به نظرم ضروریه که هر چقدر حتی این پیغام های حالا حاوی قربانی نکوهی، سرزنش فردی که اومده و حرف زده و حاوی انکار در واقع کم باشه در قیاس با پیام های همدلانه، باز هم از میزان گزندگیشون کم نمی کنه. و خب من در طول این مدت تونستم با فکر کردم به 2-3 موضوع مسئله رو برای خودم میخورده بشکافم و بفهمم اون افرادی که من رو انکار میکنن، افرادی که بهم حمله میکنن، چیه که باعث میشه این اتفاق بیفته و این موضع رو بگیرن. و درک اونها خیلی به من کمک کرد که کنار بیام با موضوع و تحملش برام راحت باشه. در کنار درک اونها، موضوع خیلی مهمی که به من کمک کرد این بود که میدونستم که ما به هر حال در جامعه‌ای زندگی میکنیم که از فقدان آموزش کافی درباره مسائل مرتبط با زنان، مسائل جنسی و جنسیتی، رابطه جنسی سالم و برابر رنج میبریم. این فقدان در آموزش رسمی ما خیلی جدیه و خب ما هیچ کدوم آموزش ندیدیم برای اینکه در چنین موقعیتی با چنین اتفاقهایی چجوری به شکل سازنده برخورد بکنیم. این دو موضوع در کنار هم خیلی به من کمک کرد که با این پیام‌های منفی کنار بیام و از خودم و از سلامت روانم مراقبت کنم. فکر می‌کنید که حرکتی که شاید شما به نوعی شروع کنندش بودید ادامه پیدا بکنه یا اینکه مثل یک موجی بود که آروم گرفت؟ من فکر می‌کنم که یک لحظه‌ای بود که مثل یک ظرف کریستالی که به نقطه شکستن میرسه شکست و یک چیزی که فکر میکردیم همیشه که غیر قابل انجامه، غیر قابل گفتنه، غیر قابل رسیدنه، اون لحظه ما از اون لحظه عبور کردیم. شاید از این به بعد زنانی که بخوانیم موضوع رو مطرح بکنن راحت تر
بتونن قدم بردارن، حرف بزنن، اعتماد به نفسشو پیدا بکنن که بیان و صحبت کنن. اما در غیاب، من فکر میکنم، قوانین حمایتگران از زنان در ایران، خب ما شاهد جنبش دامنه داری مثل جنبش میتو در غرب نخواهیم بود. متشکرم از شما. سارا متلی. رضا خندان همسر نسرین ستوده میگوید با اینکه پزشکی قانونی مرخصی خانم ستوده رو تمدید کرده بود، از او خواسته شد به زندان قرچک برگردد. خانم ستوده به علت بیماری چند روزی به مرخصی رفته بود، اما ساعتی پیش به زندان برگشت. او که یک وکیل و فعال سرشناس حقوق بشر است، یکی از 100 زن در فهرست زنان سال بی بی سی است. به این مناسبت نعیمه نامجو نگاهی کرده به فعالیت های او. روزنامه‌نگار، وکیل، فعال حقوق بشر، زندانی سیاسی، برنده جایزه های معتبر حقوق بشری. همیشه زمانی که با زنان یا موکلان دیگرم به دادگاه می رفتم، با خودم فکر می کردم که این احتمال وجود داره که بازداشت بشم، اما باز با خود فکر میکردم که نمیشه به دریا زد خیس نشو. نسرین ستوده یکی از شناخته شده ترین فعالان حقوق بشر ایرانی است. حال شما خوبه؟ مرسی. شما خوبی؟ مرسی. حال چطوره؟ بعد از حدود 2.5 سال زندان چند روزی به مرخصی آمد، آن هم بعد از ابتلا به کرونا و روزها اعتصاب قضا. دو حکم 33 سال و 5 سال زندان دارد و به 148 ضرب شلاق محکوم شده. حکمی که به گفته خودش به دلیل وکالت دختران انقلاب برای او صادر شده بود. این حکم با واکنش گسترده جهانی روبرو شد. سال 74 و بعد از گرفتن مدرک فوق لیسانس در آزمون وکالت شرکت کرد، اما پشت در کانون وکلا مانده بود و به او اجازه کار داده نمی شد. او از سال 1382 وکالت را شروع کرد، راهی که زندگیش را برای همیشه تغییر داد. شاید بشود گفت او خودش را وقف پرونده هایش کرد. عناوین پرونده هایی که او وکالتشان را بر عهده داشته گذری مجمل است بر داستان طولانی فعالیت های نسرین ستوده و تلاش هایش برای حقوق زنان، حقوق کودکان، حمایت از زندانیان عقیدتی سیاسی، اقلیت های قومی و تلاش برای لغو اعدام. پرونده هایی که عموماً زیر نگاه سنگین مقامات امنیتی جمهوری اسلامی بوده. در یکی از اولین پرونده های مهمش، وکالت بعضی از اعضای کمپین 1,000,000 امضا را به عهده گرفته بود. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل هم یکی از موکلان او بود. پرونده ای حساس که متهمش حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان بود. خانم ستوده همینطور وکالت بعضی از متهمان حوادث بعد از انتخابات سال 88 رو هم به عهده داشت. 13 شهریور 89 به دلیل فعالیت‌هایش زندانی شد و با حکم محرومیت از وکالت روبرو شد. این مصاحبه بعد از آزادیش از زندان با او انجام شده. اگر که فکر میکردم که ممکنه 3 سال رو در زندان بگذرونم، خیلی دچار وحشت میشدم. اما وقتی با اون مواجه شدم، وقتی متوجه شدم که باید این موضوع رو باهاش کنار بیام، کاملا حس کردم که آمادم، آماده خیلی بیشتر از اینها بودم و میتونستم ادامه بدم. اما احساس الانم چیه؟ الان من فکر میکنم که از هیچ کس هیچ کینه ای ندارم. در این سالها به خانه اش هجوم برده شده، همسرش بازداشت شده و دخترش ممنوع الخروج و حتی دادگاهی شده. هزینه ای برای یادآوری قانون و تلاش برای اجرای عدالت.
نه تنها نسرین ستوده که بسیاری از وکلای ایرانی که پرونده‌های مشابه می‌پذیرند با برخورد نیروهای امنیتی و احکام سنگین زندان روبرو شدند. می‌گوید کاری کرده‌اند که این طرف و آن طرف میله‌ها هر دو برایش زندان است. اینجا رو واسه آدم زندون میکنن. بیرونی ها از زندان آزاد شدی، ولی بیرون زندان بزرگتری میشه. نزدیکترین دوستاتو بدترین دشمنات میکنن. بعدش فکر میکنی که یا باید بذاری بری فرار کنی، یا اینکه روزی صد بار آرزو کنی برگردی اون تو. بسیاری جایزه های معتبر حقوق بشری هم برای فعالیت هایش به او اهدا شده. دوستان عزیز، وکالت و احیای عدالت امانتی بود که از دیگران به ما رسیده بود. با پروانه یا بی پروانه ما اینو به آیندگان خواهیم سپرد. آخرین برنامه از سری برنامه‌های صد زن رو با اجرای رویا رایی خواننده ایرانی به پایان می‌بریم که قطعه اجرا کرده با نام زندگی ساخته سیامک بهبهانی. بی تو خرج کنم این دل بی حوصله را، تو بیا تو که مگر کم کنی این فاصله را. نکند روی تو در آینه پیدا نشود، چشم من بار دیگر غرق تماشا نشود. آغوشم ز تو خالی با یادت به چه حالی تیمی شد شب تاری. اجرای رویا رایی بود. با این اجرا به پایان 60 دقیقه امشب رسیدیم. این برنامه رو هم میتونید در وبسایت ما ببینید، هم یوتیوب بی بی سی فارسی. شبتون خوش.